دعوت می‌گردد از سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، زندانی سابق و فعال حقوق زنان و روانکاو بانو شیبا محبوبی تا سخنرانی خود را آغاز نمایند. سلام می‌کنم خدمت شما عزیزانی که در اتاق هستین و یا از طریق سوشال میدیا دارین این برنامه رو میبینین و تشکر میکنم از برگزار کنندگان این برنامه. خیلی نکات خوبی مطرح شد و طبعا شاید بخشی از صحبتهای من بعضا تأکید و یا تکرار یه سری از این نکات باشه، اما من در این وقت کم در این حالی که مقدار در حوزه همین صحبت هایی که شد نکاتم رو میگم، ولی روی اعتراض روی جامعه و مبارزات زنان هم اشاره ای دارم. سال 2021 و ما هنوز داریم در رابطه با خشونت علیه زنان صحبت میکنیم و این نشون میده که در سطح دنیا در چه وضعیتی هستیم. تقریبا تمام کشورهای دنیا در اشکال مختلف به یه نوعی به زنان خشونت میشه، تبعیض قائل میشن، از هالیوودش گرفته در رابطه با میتو، در رابطه با حتی اختلاف در حقوقاشون و غیره. هر جا رو نگاه میکنین شما با این واقعیت تلخ خشونت بر زنان روبرو میشین. ولی این پدیده، شاید بگم من ترجیحم اینه نگم خشونت، بگم جنایت، واقعا بر زنان در کشورهای اسلام زده به مراتب متفاوت هستش و خیلی خشنتره. و اگر تاکیدم رو بذارم روی وضعیت ایران مشخصا، من داشتم فکر میکردم وقتی گوش میدادم واقعا خشونت بر زنان رو در ایران فرض کنین در کشوری مثل ایران چجوری میشه تعریف کرد. یعنی وقتی شما نگاه میکنین خشونت برای یک زن در ایران تمام زندگیشه، تمام بخشهای زندگیش. همه ماها میدونیم چون با گوشت و پوستمون اینو لمس کردیم و تحت اون خشونت قرار میگیره. و به خاطر همین من وقتی که نگاه میکنم، من تحت قوانین جمهوری اسلامی فقط به خاطر زن بودنم مجرمم. از موی سرم گرفته تا انگشتای پام مرتبا توسط مامورین مورد بازجویی قرار میگیره. برای تمام اعضای بدنم به عنوان زن قانون تصویب شده. یکی اخیرانش که همین ماه گذشته بود دوستان اشاره کردم، همین به اصطلاح قانون جوانی جمعیته که حتی در اون گفته شده که اگر سقط جنین صورت بگیره ممکنه حکمش اعدام باشه. یعنی شما هیچ بخشی از بدنمون رو نمیتونید تصور کنید که یه قانونی تو جمهوری اسلامی براش درست نشده. به خاطر همین وضعیت خیلی فرق میکنه. تو این کشورها یکی ممکنه شکایت کنه به دادگاه، به دولت، اما تو ایران این امکان پذیر نیست. چرا تو ایران خشونت علیه زنان قانونیه، سیستماتیکه و ایدئولوژیکه؟ در نتیجه نمیتونین تغییر بنیادی در وضعیت زنان بدین در حالی که جمهوری اسلامی سر کاره. ببینیم مثالای زیادی دوستان آوردن، از جمله کودک همسری، زنکشی، نداشتن حق طلاق، خزانت کودکان، حق اشتغال، نداشتن در واقع چه نوع اشتغالی داشته باشین و تمام اینها. خیلی بیشتر از اون ظلم هایی که به زنان میشه، حتی شما در داخل زندان رو نگاه کنین، شکنجه‌ای که به اصطلاح گفته میشه شکنجه بر اساس جنسیت. شما وقتی که یک زن زندانی هستین، و من منظورم لزوما فقط زندانیان سیاسی نیست، چون زندانیان عادی زن به مراتب در شرایط بسیار وحشیانه تری هستن. وقتی که شما نگاه کنین، من مشاهدم رو از خودم از زندان و همینطور زندانیان سیاسی میگم که زنی که حامله بود بچه دار بودنش رو علیهش استفاده میکردن، کتکش میزدن و میگفتن یا بچه تو سقط میکنیم یا اینکه بچه تو میدیم یه برادر یه خونواده اسلامی بزرگ بکنه. یکی از چیزایی که انجام میدادن مجبور کردن زندانی برای ازدواج با بازجو بود. یکی از همبندیهای خودم به همین شکل بود. و یا اینکه اذیت و آزارهای جنسی به اشکال مختلف. یعنی شما اگر زن باشین در زندانهای جمهوری اسلامی قطعا همیشه 24 ساعته در ترس این هستین که آیا تجاوز بهتون بشه یا مورد اذیت و آزار جنسی قرار بگیرید و یا خانوادتون مورد اذیت و آزار به اصطلاح جنسی اگر زن باشن قرار بگیرن.
به همین دلیل وقتی شما نگاه میکنید در تمام اشکاله، یعنی من حتی نمیتونم یه تعریف کلی برای اون خشونت پیدا کنم چون اینقدر در عمیقه، اینقدر خشنه. حتی شما وقتی که میبینین، یعنی اون خشونت از همون زمان بچگی به معنی شروع میشه. فکرشو بکنیم، بچه‌ای که تو شکم مادرش هستش، هنوز به دنیا نیومده، در تمام ترس و استراب مادرش رو به خودش میگیره. این برحال علمی هستش. پس فرض کنین این بچه دختر هستش و به دنیا میاد در یک خانواده‌ای که فرهنگ مردسالاری داره. از همون لحظه‌ای که به دنیا میاد، نوعی که باش برخورد میکنن، میزان محبتی که بهش میدن، که تمام اینها در واقع شکلی که مغزش شکل میگیره، روانش صورت شکل میگیره تاثیر داره. و بعد وقتی که کمتر بزرگ میشه میبینه مثل برادرش حقی نداره، باید اعضای بدنش رو بپوشونه، نمیتونه هر ورزشی دلش میخواد انجام بده، خیلی از برادرش کمتره. پیامی که میگیره این بچه، این دختر بچه، این هستش که تو ارزشی نداری، تو هیچ قدرتی نداری. و این دختر بزرگم بشه نمیتونه شکایت کنه. به چی شکایت کنه؟ به جمهوری اسلامی که در ابعاد وسیع‌تر و خیلی بیشتر زنا رو داره با حجاب و انواع قوانین دیگه کنترل میکنه. برای همین هر روزه و هر ساعته هستش این شکل از در واقع خشونت بر زنان. اما این بخشی از وضعیت زنان که 42 ساله در واقع تو این شکل خشنش ادامه داره رو وقتی شما نگاه میکنین، به نظر من هنوز تصویر واقعی زنان در ایران جایگاهشون رو و وضعیتشون رو نمیده. چرا که وقتی که شما نگاه میکنین ببینین هر بار هر خشونت و بیحقوقی صورت میگیره یه اعتراض وجود داره. فرض کنین خودتون زمانی که یکی به شما در خانواده یا خارج از خانواده محل کارتون یه ظلمی کرده، شما ناراحت میشین، ممکنه ندونین نوع اون ظلم چی هستش، ولی از این ناراحتین و یه جوری نشون میدین، اخم میکنین یا اینکه سرپیچی میکنین از دستور، یا حرف میزنه، یه کاری میکنین. و شما وقتی که این رو منتقل میکنین به زنایی که در ایران هستن و روزانه مورد خشونت قرار میگیرن، من معتقد نیستم زنان نمیدونن چی بهشون، ممکنه اسم انواع خشونت ها رو نمیدونن، ولی میدونن که چه بلایی سرشون دارن میارن، ولی به دلیل اینکه میخوان زنده بمونن شاید اعتراض نمیکنن در اون خانواده. و به همین دلیل وقتی شما اون رو منتقل میکنین میبینین که ما شاهد این هستیم که در این حالی که خشنترین و وحشیانه‌ترین قوانین توسط جمهوری اسلامی پیاده میشه و مرتباً تولید و باز تولید میشه، ولی زنها حاضر نشدن تسلیم بشن. اینم میدونیم چون از روز اولی که جمهوری اسلامی خواست حجاب رو تحمیل کنه تمام این زنها اومدن تو خیابون، اصلا فکر نکردن بهش، اینو متوجه شدن که میخوان کنترلشون کنن و اومدن بیرون. و ببینین این زنان هر روز دارن تروما و فجایع تحمل میکنن و تجربه میکنن. یه جایی به خودسوزی و خودکشی کشیده میشه چون دیگه اینقدر مستعصل میشن، راه فراری ندارن. ولی در این حال خیلی از این زنان یه نوع استقامت یا به قول انگلیسی رزیلینس درست میکنن که این کمک میکنه ادامه پیدا کنه زندگیشون، چون ما به عنوان انسان میخوایم زنده بمونیم. و تمام وقتی شما نگاه میکنی به این استقامت، حتی اونم ویژگی خودشو داره تو ایران. درنچه وقتی که نگاه میکنین این فراگیرتر هستش، چون از یک جامعه ای برمیاد که در اون روحیه اعتراضی وجود داره، که هر روز اعتراضه، اعتراضی که اعتراض جمعی که خود این زنان بخش بزرگی از اون هستن. به نوعی که وقتی که شما نگاه میکنید به وضعیت ایران این بی‌حقوقی ها رو میبینید، ولی در این حال نگاه میکنید که به نظر منم موافقم با یکی از سخنرانان که این مبارزه برای برابری زن و علیه بی‌حقوقی زن خیلی بیشتر شده. زنان تحمیل کردن این رو به جامعه. یعنی شما حالا نگاه میکنین اعتراض علیه حجاب، لغو آپارتاید جنسی، تبعیض علیه زنان، به اشکال مختلف شما نگاه کنین تو بخش‌های مختلف جامعه به عنوان مطالبه است. به خاطر همین به معنی زنان مسئله آزادی زن رو به درست
در مقابل جامعه گذاشتن و مسئله جامعه کردن و عملا به نظر من عقب نشینی نکردن. من از نسلی هستم که انقلاب شد 10 یا 10 سالم بود و وقتی نگاه میکنم به هیچ عنوان نه تنها عقب نشینی نشده بلکه خیلی بیشتر و بهتر جلو اومده. یعنی ببینین من وقتی نگاه میکنم به زنان، دو بخش رو اگه بخواید در نظر بگیرین، میلیون ها زنی هستن که خودشون رو لزوما فعال حقوق زنان نمیدونن ولی حاضر نیستن به حقوقی راضی بشن. و این رو اضافه مشاهده خودم رو اضافه کنم، ببین من وقتی در اتاق روانکاوی با زنان کار میکنم، با زنان بسیاری از کشورهای مختلف کار کردم، ولی یه نکته تو در رابطه با زنانی که در ایران به دنیا آمدن و بزرگ شدن برام خیلی جالب بوده و اونم اینه، بدون استثناء وقتی که میان این رو مشاهده میکنم، یه حس حق طلبی، یه حس خشم از نابرابری و اینکه قبول نمیکنن ستم رو، میخوان تغییر بدن. این خیلی برای خودم جالب بود، اینکه چطور این اصلا تو همه هست. وقتی بهش فکر میکنم این زنان از جامعه میان که اعتراض وجود داره، یه اعتراض عظیم 42 ساله وجود داره، کم و زیاد میشه ولی همیشه هستش. بعد از طرف ما فعالین، میدونم وقتم زیاد نیست، سعی میکنم خلاصه کنم، از طرفی همونطور که میبینیم تعداد زیادی ما فعالین حقوق زنان رو داریم که این فعالین حقوق زنان شما خیلی هاشونو میشناسیم، به اسم بعضی هاشون اشاره کنم که در زندانن: گلرخ ایرایی، سبا کردبشاری، آتنا دائمی، یاسمن آیایی، منیره عربشاری و خیلی های دیگه که در زندان هستن. و جالبیه وقتی شما نگاه میکنیم به این زنان فعال حقوق زنان، به یه معنی زنای رهبر و دخالتگرن، یعنی در رابطه با جامعه نظر میدن، در رابطه با اینکه محیط زیست، اعتراضات، یعنی یه زنای رهبری هستن که نمونهش رو خیلی واضح در آبان ماه 98 اتفاقا دیدیم که چجوری اعتراضات رو رهبری میکردن. و همین حالا هم این فعالین در زندان دارن فراخوان میدن، دارن به مردم خط و خطوط میدن و این خیلی مهمه. به نظر من مهمه ببینیم که جنبش برای رهایی زن، جنبش برای برابری زن و مرد خیلی جلو اومده و تونسته رهبران خودش رو داشته باشه. و من میخوام صحبت زیاده و امیدوارم بتونین به جون نکاتی هم بود دوست داشتم نظرمو بدم ولی میذاریم برای جلسه‌ای که شما فرمودین. اما مایلم صحبتامو با چند تا سوال در واقع تموم کنم. ببینین من به عنوان کسی که کمپین میکنم، کارزار میذارم در مورد وضعیت زنان، در مورد زندانیان سیاسی، سالها هم از این کارو کردم، همیشه یه مشغله ای داشتم و اونم اینه که مثلا در رابطه با زنان، من این سوال رو از شما عزیزان هم میکنم که بتونیم با هم دیگه بهش فکر کنیم، و اونم اینه که ما چجوری میتونیم این 42 سال جنایت، اجازه بدین نگم خشونت چون به نظر من جنایته، 42 سال جنایت علیه زنان در ایران که جمهوری اسلامی اعمال کرده، اینو ما چجوری میتونیم به مسئله مردم تو دنیا تبدیل کنیم؟ امروز رو 25 نوامبر رو از سال 2000 سازمان ملل به عنوان به رسمیت شناخته، چون قبلا به هر حال این روز بوده، به رسمیت شناخته، ولی به شدت غم انگیزه و برای من عصبانی میکنه که همین سازمان ملل کمیسیون مقام زنش پارسال جنایتکاران جمهوری اسلامی رو به عنوان عضو این کمیسیون انتخاب کرد. من سوالم از همه ما، از فعالین حقوق زنان، از تمام زنانی که مسئلهشون برابری زن و مرد اینه، ما چجوری میتونیم اینو به چالش بکشیم؟ سوال اینه اگر آفریقای جنوبی به خاطر آپارتاید نژادی مورد بایکوت جهانی قرار گرفت، چرا ما نمیتونیم این کارو بکنیم؟ چرا باید زنا همیشه آخر باشن؟ چرا ما نمیتونیم به خاطر 42 سال جنایت علیه زنان در سطح دنیا کاری بکنیم که جمهوری اسلامی بایکوت سیاسی بشه؟ و به نظر من ما باید ببینیم چی کار میشه در این زمینه کرد. اعتراضات در ایران زیاد هستش، زنان کم ندارن از این، روزانه دارن اعتراض میکنن. ما باید ببینیم این رو چجوری میتونیم جهانی بکنیم و بتونیم یک همستگی بین‌المللی به وجود میاریم و اجازه ندیم سازمانایی مثل سازمان ملل از یه طرف جنایتکاران رو به عنوان عضو کمیسیون زنان انتخاب کنه و از طرفی در مورد خشونت علیه زنان حرف بزنه. این به شدت آدم رو عصبانی میکنه.
من صحبتامو تموم میکنم و خیلی هم تشکر میکنم از اینکه گوش دادین و همینطورین وقت رو به من دادین. با تشکر از بانو محبوبی گرامی،